نخست وزیر عراق از نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا خواسته است پیش از هر حمله هوایی در خاک کشورش دولت بغداد را مطلع سازد. بسیج شیعه در عراق آمریکا را متهم کرده که حملاتی هوایی علیه نیروهای بسیج انجام داده است. این در حالی است که مقامات نظامی آمریکا این اتهام را تکذیب کردند. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق هر گونه حمله هواپیماهای آمریکایی یا هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا ضد داعش رو تکذیب کرده. امروز سرهنگ رایان دیلن سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا اعلام کرد که اخبار مربوط به حمله هوایی نیروهای آمریکایی یا ائتلاف به هشت شعبی نادرسته و اساساً هواپیماهای آمریکایی و ائتلاف در مرز عراق و سوریه در زمانی که نیروهای هشت میگن ادعا میکنند هیچ عملیات هوایی نداشته. این واکنش پس از این هست که امروز صبح امروز حیدر عبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه ندارند بدون مجوز و آگاهی قبلی دولت عراق در خاک این کشور عملیات نظامی علیه داعش یا علیه هر گروهی انجام بدن. دو روز پیش هشت شعبی یا نیروهای بسیج شیعه عراق اعلام کردند که در مرز سوریه و عراق گردان سید الشهدای اونها هدف حمله هوایی هواپیماهای آمریکایی به گفته اونها قرار گرفته که در جریان این حمله هوایی 30 تن کشته، 40 نفر از نیروهای هشت شعبی یا بسیج شیعه زخمی شدند. حالا نیروهای ائتلاف میگن که اساساً چنین حمله‌ای صورت نگرفته از طرف هواپیماهای ائتلاف و این اخبار واقعیت نداره، اتهام نادرستی هست. ولی با این حال برخی نمایندگان شیعه در پارلمان عراق هم از آقای حیدر عبادی خواستند که بیشتر از این مداخله بکنه و یک هیئت حقیقت‌یاب رو تشکیل بده و اونها هم همانند هشت شعبی نیروهای آمریکا، هواپیماهای آمریکایی و دولت آمریکا رو مسئول کشته و زخمی شدن 70 تن از نیروهای هشت شعبی دونستن. از طرف دیگر اشاعره سنی و گروه‌های سنی عراقی اعتراض کردند نسبت به گسترش استقرار نیروهای هشت شعبی بسیج شیعه در مناطق مرزی عراق با سوریه، یعنی مناطقی که در دو طرفش سنی هستند، سنی نشین هست به طور کامل. نیروهای هشت شعبی از دید گروه‌های سنی عراقی وابسته به ایران هستند، از دولت ایران دستور می‌گیرند و این مسئله سیاسی است و باید هر چه سریعتر از طرف دولت به اون پاسخ داده بشه. در این زمینه عیاد علاوی معاون رئیس جمهوری عراق هم گفته که نیروهای هشت شعبی لازم مواضع خودشون رو ترک بکنن و اونها به عقبتر برگردن، از مناطق سنی که آزاد شده فاصله بگیرن. ولی هشت شعبی ادعا میکنه که برای مبارزه با داعش در مرز عراق و سوریه مستقر شده و قصد نداره تا پاکسازی و امنیت کامل این مناطق از اونجا خارج بشه. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.